به نام خدا. درس امروز را شروع میکنیم. موضوعی که ما و شما فعلا صحبت میکنیم بس از ادامه درس دیروز ما، موضوع لی‌آوت. تیبل دیزاین ما جلسه پیشتر تشریح کردیم، حالا میام درباره لی‌آوت صحبت میکنیم. متوجه باشیم موضوع خیلی آسان است، ساده. ما اینا را فعلا شروع میکنیم با استفاده از بخش به نام تیبل. اولین آپشن هم که اینجا داریم به نام سلکت است. سلکت چی معنا میده؟ انتخاب. سل اگر کلک کنیم، من به هر خانه ای که پیشتر بودم اونم خانه انتخاب میشه. اینجا کلک میکنیم، نوشته سلکت سل، اما خانه انتخاب میشه. اگر اینجا بیاییم سلکت کالم کلک کنیم، به همون ستونی که هستیم انتخاب میشه. این به یک خانه دیگه کلک میکنیم، فعلا سلکت رو همون یک خط انتخاب میکنه. اگر سر ازی کلک کنیم، سلکت تیبل کلک کنیم، جدول انتخاب میشه، کامل جدول انتخاب شد. به اینجا ما و شما فعلا انتخاب کردن یک خانه، یک ستون، یک خط و یک جدول یاد گرفتیم. اگر بیم به اینجا بالا سر خود جدول، میبینیم ماوس ما مثل یک تیرک سیارم شده. سر از کلک کنیم، یک ستون انتخاب میشه. اگر اینجا بیم کش کنیم طرف چپ و راست تا به آخر، همون بخش انتخاب میشه. اینجا بیم کلک کنیم، میبینیم یک خط. اگر اینجا کش کنیم چند خط انتخاب میشه. اگر تا روی جدول بیایم، میبینیم یک علامت تیرک سیارنگ شده. کلک کنیم بر خانه که باشه ما انتخاب میشه. اگر سر ازی کلک کنیم، کل جدول انتخاب میشه. درسته؟ اینا رو فعلا ما متوجه شدیم. یعنی ضرورت نیست که حتما از این استفاده کنیم. فعلا گردگاه ما اگر کلک میکنیم، فعال یا غیر فعال میکنیم، فرق نداره. سر تیبل دیزاین کلک میکنیم، میم به اینجا آمدیم به لی‌آوت، گردلان بر میداریم، میبینیم دیگه همون دیزاین استایلر که اعمال کرده بود با خود خط نداشت. به خاطر از این که ما و شما جدول بهتر ببینیم، رو گردلان که کلک کنیم، یه خطای راهنمایی نشان میده که فعلا موقتا دیده میشه، به چاپ باز نمیایه و فعلا کار ما را میندازه. اگر چیزی داخل از این جدول ثبت میکنیم یا نگاه میکنیم، مشکلی نیست، میتونیم خانه ها و ستون ها اینا رو تشخیص بدیم. هیت پس غیر فعال میکنیم، تمام شد. اگر سر در تیبل کلک کنیم، پراپرتیز ما صحبت نکردیم، ببینیم با استفاده از ماوس میتونیم خود ما یک جدول رسم کنیم. هر جایی که شما خوش داریم یک ستون رسم کنیم، رسم میشه. اگر ایتا بیمیر کش کنیم از چپ به راست، راست به چپ، فرق نمی کنه از کدوم جهت کش میکنیم، یک خط جدول میتونیم درست کنیم. متوجه هستیم دیگه؟ اینا جور کنیم. اگر جایی غلط شد یا مشکل پیش آمد، ارزه رو میتونیم بگیریم و استفاده کنیم. اما خطر که باز کشیده بودیم پس پاک میشه. اینجا خطی که پاک شده پس با قلم این رسم میکنیم. اگر پس قلم اینجا کلک کنیم غیر فعال میشه، دیگه ما قلم یا ما قلمی که انتخاب کرده بودیم دیگه نداریم. میخوایم این جدول میخوایم پاک کنیم، میام به اینجا میبینیم نوشته کده دلیت تیبل، میام به اینجا کلک میکنیم. درسته؟ این تیبل رو پس آوردیم. اگه تو چند تا خط جدول انتخاب کنیم داخل همین بخش لی‌آوت، بیاییم به اینجا کلک کنیم، باز رو انتخاب کنیم، اما خطای جدول پاک میشه. اگر بیاییم به اینجا کلک کنیم و بازی و چند تا اینا رو کلک کنیم، ببینیم ستونای جدول رو انتخاب میکنیم. باز به این قسمت که بیاییم دلیت کالمز، ستونای جدول پاک شد. به خاطر از اینکه یک خانه شما پاک کنیم یا اضافه کنیم، اداره برنیم من میفهم.
ببینیم به خاطر از اینکه من یک خانه اضافه کنم، مثلا اینجا اطلاعات هم فکر کنیم داریم، مثلا نوشته کردیم ورد، به اینجا بیاییم بازم نوشته کردیم مثلا ورد، دو تا این طرف دو کلمه نوشته کردیم. ببینیم حالا اگر من میایم به این قسمت دلیت سل، امی خانه که من فعلا اینجا هستم، این مایم پاک کنم، میبینیم نوشته شفت سلز لفت، اوکی کلک میکنه، این خانه از این طرف انتقال داده شد به اون طرف و امی جدول ما تقریبا چی شد؟ اینجا یک خانه کم، اینجا بله پره دیگه. اگر پس به این قسمت کلک کنیم، باز این آپشن اولی نوشه شفت سلز رایت، سر اوکی کلک میکنیم، به اینجا ما یک خانه جدید داریم، پس اینا به طرف راست انتقال داده شد. اگر به اینجا بیاییم دلیت سلز کلک کنیم، شفت سلز اپ روی اوکی کلک کنیم، فهمیدیم؟ امین نوشته از پایین به بالا انتقال داده شد. اگر پس به اینجا بیاییم کلک کنیم شفت سلز داون، نوشته به پایین انتقال داده میشه. البته من مگر اینجا کلک کنم به این خانه، به اینجا کلک کنم، باز بیام به اینجا شفت سلز داون رو کلک کنم، اوکی میکنیم، یک خانه به بالا وارد میشه به قسمت بیاییم. اگر رو از یک آپشن بیاییم دلیت سلز، باز گزینه انتایر رو انتخاب شده باشه، اوکی کنیم، یک خط کامل از بین میره. اگر طرف راست از بیاییم به اینجا، پس دوباره کلک کنیم انزرت انتایر رو، سر اوکی کلک کنیم، پس یک خط کامل اینجا میره. به این ستون کلک کردیم، باز گزینه دلیت سلز، اگر انتایر کالم انتخاب کنیم روی اوکی کلک کنیم، یک ستون کامل دلیت میشه. سر ازی کلک کنیم، انزرت انتایر کالم، اوکی کلک کنیم، همونجا یک ستون کامل چکار شد؟ وارد شد، درسته؟ موضوع بعدی ببینیم، به اینجا من میایم داخل از این نوشته اینجا داره، اگر این علامت کلک کنیم به بالا و اگر اینجا نوشته دیگه داشته باشیم، فعلا ایر کلک کنیم به وسط اضافه میشه، مثلا به پایین از اضافه شد، خب چون دو خط داشتیم وسط پر بود، به وسط حال اضافه شده، یعنی پایینه. ببینیم اگر این آپشن کلک کنیم طرف چپ و اگر بیایم به اینجا مثلا یک چیزایی نوشته بکنیم که متوجه بشیم، ایر کلک کنیم به طرف راست اضافه میکنم. به همین ترتیب اگر شما به این وسط میبینیم علامت جمع وجود داره، رو از کلک کنیم یک ستون اضافه میشه، البته یکی هم ندیگه، خب یکی یکی چند تا میتونیم شما اضافه کنیم. فعلا من اینا رو انتخاب کردم از روی کیبورد، متوجه باشیم از روی کیبورد شما امی فشار بدیم، قسمت انتخاب شده دلیت میشه. مثلا ببینیم ما آمدم به یک جدول، اینا رو انتخاب کردم، بک اسپیس فشار میدم، این چیکار میشه؟ انتخاب دلیت شده، ببخشید قسمت انتخاب شده دلیت میشه. مثلا همین دو تا رو انتخاب میکنم، بک اسپیس میزنم، بک اسپیس هم کلیدی که نوشتار پاک میکنم، این دلیت کرد. حالا اگر ببینیم به اینجا علامت جمع کلیک کنیم، یک یک اضافه میشه. و همین ترتیب اگر تعداد خطا از زیاد باشه، ببین به اینجا کلیک کنیم، یک خط اضافه میشه، درسته؟ از اینجا هم یاد گرفتم اضافه کردن، از این قسمت ستون اضافه کردیم و با استفاده از این علامت های جمع به سطر ستون هم اضافه کردیم. به اینجا ما میایم اینا رو انتخاب میکنیم، ببینیم آپشن داریم به نام مرج سل، کلک میکنیم تمام خانه های انتخاب شده در یک خانه جور کرد. اگر دوباره بیایم اسپلیت کلک کنیم، باز اینا رو میتونیم تقسیم بندی کنیم که چند خونه از اینا جور شد. اگر اینجا کلک کنیم، باز روی گزینه اسپلیت تیبل ببینیم جدول به دوی سه تقسیم میشه. اگر سر از این کلک کنیم
باشه پیش از اینکه ما خانه کار این موضوع کار میکنیم از این استفاده کنیم. ببینیم نوشته اوتوفید، اگر شما روی اوتوفید کانتنت کلیک کنیم ببینیم جدول شما فعلا خورده، به هر اندازه که شما نوشته کنیم به ما اندازه بر ستون تنظیم میشه. کنترلر زد فشار میدیم، آپشن دوم نوشته شده اوتوفید وندو، امی صفحه برابر ببخشید امی جدول برابر ورق تنظیم شد. اگر به اینجا کم نوشته کنم گپی نیست، اگر بیام اینجا خیلی زیاد نوشته کنم فاصله هم نداشته باشه کلمه برز زیاد میشه. اگر زیاد نوشته کردم ولی فاصله داشت گپی نیست، میره به خط بعدی. مدل آخری که هسته اگر شما این رو انتخاب کرده باشیم، اگر کم نوشته کردیم گپی نیست، اگر زیاد نوشته کردیم حتی اگر فاصله هم اینا داشته باشه بازم بر زیاد نمیشه، تنها چیز میشه قد. اگر فاصله نداشته باشم هم بازم بر زیاد نمیشه. پیشتر طوری بود که اگر بین حروف فاصله میامد باز بر زیاد نمیشد، میره به خط بدینی. حالا که شما بین حروف فاصله بدیم یا نده فرق نمیکنه، همیشه ارتفاع زیاد میشه. این جدول میگیریم انتخاب میکنیم از روی کیبورد، اگر دلیت فشار بدیم تنها نوشته ازی پاک میشه، تنها چی پاک شد نوشته، خود جدول پاک نمیشه. حالا ما میم ارتفاع ازی خانه رو زیاد میکنیم، سر ازی که کلک کنیم تمام جدول ها خانه های که اینجور بشت دمو خانه های جدول هم میگی یک اندازه شد، تمام خانه های جدول ارتفاع اینو چی شد یک اندازه شد، سر ازی کلک میکنیم. اگر باز بیام من اینا رو انتخاب کنم بک اسپیس فشار بدم که این پاک شه، این قسمت بیام به این قسمت بر زیر زیاد کنیم، حالا سر ازی کلک میکنیم تمام خونه های جدول همو عرض اینا یک اندازه شد برابر شد. ارتفاع زیاد کنم و عرض زیاد کنم به این قسمت تا خانه کلونه دارم، داخل نوشته میکنم عطایی. اگر بیایم به اینجا طرف چپ خانه، بالا وسط خانه، به این طرف، به اینجا، به اینجا، به این قسمت، این قسمت، این قسمت، اینجا، اگر این تا دور بده میر راحت دور می یک آپشن دیگه اینجا پس کار میکنیم بازی قسمت هم را با پراپرتیز بر شما دیگه دفعه درس میدیم. ببینیم ما فعلا تمام جدول انتخاب کردیم، اینا رو پاک کردیم. وقتی اینا رو پاک کردیم آمدیم به اینجا یک جدول دیگه آوردیم. ببینیم ما هم اینجا آمدیم جدول رو میبینیم که داخل همین خانه ای که فعلا مستم موس ما چشمک میزنه یک سری به بالا وصله که به پایین، این طرف فاصله داره. همین فاصله ها مارجین میگن یا آشیه. اگر من سر سل مارجین کلک کنم به اینجا بیایم ببینیم از بالا و پایین فاصله چیه؟ صفره. از چپ و راست فاصله داره، اینجا میتونم زیاد کنم، اینجا میتونم زیاد کنم، سر اوکی کلک میکنم. درسته؟ این فاصله چی شد؟ از چهار طرف زیاد شد. اگر شما باز بیاییم به اینجا فاصله رو کم کنیم از چپ و راست بالا پایین، البته از بالا پایین چون حروف نمیچسبه بازم فاصله داره ولی چپ و راست فرق میکنه قضیه، یه حروف فصل شد به اینجا. اگر شما بیاییم به اینجا سر از این کلک کنیم بیاییم این زیاد کنیم اوکی بزنیم، بین خود خونه های جدول فاصله ایجاد میشه. اگر دوباره اینجا کلک کنیم نوشته اوتوماتیکلی ریسایز تو فیت کانتنت، یک آپشن ما اینجا داشتیم گزینه دومی. حالا اگر سوم انتخاب کنیم ببینیم این آپشن تیک از پس شده، دومی جدول به اندازه صفحه ما تنظیم میکرد، باز اگر بین حروف فاصله نمی بود بر خانه هم زیاد میشد. اگر من ایر کلک کنم حالا که بیم این گزینه باز تیک داره، یعنی اتومات بر خانه رو زیاد کن که باز ما هر وقتی که ضرورت بود نوشته ما خیلی کلون میشد، فاصله هم بین حروف از اونه بود بر ستون زیاد بشه که نوشته جا بشه. فعلا همین آپشن رو اگه شما بخواییم اینجا داره.
فعلا بچه‌ها بس خورما اینجا متوقف کردیم، بس ما خلاصه.